یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان قاچاقچیان مال مردم خوران بی پدر و مادران بی همه چیزان امامه داران بی امامگان ریشداران بی ریشان کوسه و کلاهدار و سپاهی منظورم سردار سپاه وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند همشون دنبال یک کارن اون کار دزدیه دزدی اسلامی این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروانزنی دزدی و مال مردم خوری وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن مال اونا رو بدزدند دزدان برای اینکه این کار رو این سرپوش رو این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو با برجا نگه دارن مبادا بیزه اسلام ترک بخوره از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند رهبر دزد و اکبر دزد غیر دزد داریم اونجا شما میشناسید به من معرفی کنید الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخوندها عقب افتادن اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده اختلاف داخلی اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفا نداره ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی بخورید سفره خوبیه 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد الله و جبرئیل رو ساختن مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت گفت قرآن کلام محمد بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده این جانوران نونو به نرخ روز میخورن ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه نمیگه من چسبیدم ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیونا 90 سالش هم هست باز میگه کودکای میزنید مرداد چیزی که بلد نیست هیچی دیگه یاد نگرفته 30 سال تو غربت ریختن جو جلوش خورده باز همون حرف رو نشخار میکنه و تکرار میکنه اکبر گنجی یه سال نیم دو سال اومده متبلور شده راحت میگه این کلک ها که زدن کلک های محمده خدا و نمیدونم جبرئیل و فدرال اکسپرس هی جبرئیل بره بالا بیاد پایین بره بالا بره طبقه هفتم بیاد از زمین بره طبقه محمد ها یکی خوشش میاد جبرئیل شیرجه بیاد خدای آن را که عقل دادی چه ندادی مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن از بابت الله آسمونی آخوندها غارت میکنن دزدی میکنن
از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی 7 طبقه رو آسمون، یکی 7 طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، حرف من با شما اینه که به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. یارو میگه این دیوانه است، همه زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که تو گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. عجیبش هم داره پول میذاره کسی که منت هیچ فلکی رو نمیکشه، یه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرینم من. خود فکر کنید اگر شماها فکر میکردید من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. به امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنین، اصلا دنبال ما حرفا نریم. روی سخنم با شخصی است که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چی کار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفایی زد که یه خود از سواد من بالاتر بود و گفتم پس شما اون حرفی که ماکس زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرف رو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی، هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن، من گرفتاری باش ندارم. بخواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال من نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای اجرای حرفش یه مش عرب وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است، انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن، بگن سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، بعدم نفهمن چی میگن.
این خدای بدبخت امروز خودش ارزه نداره کاری بکنه. پاسداری که 6 تا زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیا تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. من نگفتم شما خدا پرست نباشین، من گفتم به نام خدا دارن زندگیتونو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن، به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن، مردم من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم. و این خدای بی عرضه یک کلمه نمیگه به نام من نکن. میخوای دزدی کنی خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم یکی به نام من دزدی کنه فریاد میزنم. این خدای مکار قهار قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه. چون نیست یا اگه هست عرضه نداره نمیکنه این کار رو. من کی گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش، بابت اینکه تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت اینکه اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی، من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میره معجزه قرآن می‌نویسه، 19 تو همین کتاب اولش رو اگه بخونین یا آخرشو معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن می‌خونم، آخه کسی که اینقدر از مرحله پرته با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟ برای یه عده اصلا فرق نمیکنه. یه خورده عربی میخونن نام گریه میکنن میرن خونه شون. تو که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی، من با شما گرفتاری ندارم. حرفای من بی خوده. اصلا جلو تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟
مگه من دعوت نامه نوشتم گفتم سر جد تو اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی مینویسه همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، دردسر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری رو میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل اینو انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، ولی این تنهایی آنقدر هم بی مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم، چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روز 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردانی است که میشناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون نگفتم. اکنون در 25 سالگی به سر میبرم 5 سال از ازدواج کردم. همسرم اهل قم نیست و دختر روشن و خوشفکری است که امروزه با مطالعه زیاد بحثهایی که با هم میکنیم، دیدن برنامه های شما، او نیز دست از الله کشیده و خرد پیشه کرده است. آقای فاضلی، چیزی که اذیتم میکند و نمیتوانم در موردش تصمیم بگیرم این است که رغم این که زندگی مستقلی دارم و تازه بعد از مدتی قطع رابطه با خانواده رابطه مجددی برقرار کردم، پدرم هنوز سعی در هدایت من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم.
و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل وجود میآید اختصاص میدادید، چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم، اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال می کنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم می گوید چون باید مسلمون می شدی. می گویم من که نمی خواستم مسلمون بشم. چرا باید مسلمون می شدی؟ پدر با کمی مکس می گوید باید مسلمون می شدی، و باز پدرم می گوید بگو الله اکبر، و بالاخره سعی پدر برای مسلمون کردن بنده ادامه دارد تا به امروز با سپاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه، مبتلا به خیلی ها هست، ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تقیه کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کار رو بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه، آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن، سعی کن قرآن رو به فارسی بخونه. این تنها پادزهر اسلامیه. قرآن رو بده به فارسی بخونه. اگرم نخواست اصراری نکنید. من اسم اون نسل رو گذاشتم نسل سوخته. از بچگی اینا رو یاد گرفته، کار دیگه ای نمیتونه باهاش بکنه، راه دیگه ای بلد نیست. اگر اینو ازش بگیری خلع ایجاد میشه براش. به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلی ها اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمونی نباشه پس چه دینی بیاریم؟ میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن اگر دلت میخواد. باز من دینی ندارم به تو بدم، من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیبردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد. اگه ما 300 سالم از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی توی این مملکت افتاد که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت، از امروز زمام کشور آمریکا که در واقع زمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله
این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش. کار سختیه یک سیاه‌پوست وارد هاروارد بشه، ولی شد. کار سختیه از هاروارد فارغ التحصیل شدن، ولی شد. کار سختیه توی هاروارد درس دادن، ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت من رویایی در پیش دارم، میدونید پلیس فاشیست امریکا چه بلایی سر سیاه‌پوستا آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شما ها میریزن با اونا فرق دارن. وایستادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز انان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد. رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه‌هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی‌ها بونس جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می‌کردیم 65 سالش بود مادرم. بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم، چون همیشه او شروع می‌کرد و در آخر کار به من می‌گفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی می‌گفت و اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا، من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی. پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش، من برات خانم میارم. اگه حرف منو گوش ندی سیخ تو ماتتت میکنم. این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خرد ورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خودتو به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید. نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن. آقای انصاری می‌نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ آن باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهی است که محل سکونت آنها را نیز نمیتوانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند. ولی تا
تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن شش زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند، اما ما ها نمیتونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح میکنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره. من خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل، قرآن میگوید در جهان یک مشرق و یک مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکیست که دنیای ما دو مشرق و دو مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمنو. آیه 17، و خداوند دو مشرق، چه او خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه می توانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیا ها، به سرزمین ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق ها و مغرب هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده، بسیار چیزهایی می‌داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند، از آن دانش‌ها و آگاهی‌ها توییست. شاید هم الله در وحی این آیه‌ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهی است که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم، او می‌فهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم بعد، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم. پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس برتن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابو ذر غفاری روایت می کند من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می رفت؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می رود تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می رسد. هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می افتد و فرشتگانی که از او نگهداری می کنند نیز با او در برابر الله به سجده می افتند. آنگاه خورشید میگوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان میدهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع میکنم؟ آنگاه به محلی میرود که شبها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبرئیل برایش لباس درخشانی میآورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند.
آن لباس در تابستانها بلندتر و در زمستانها کوتاهتر، در بهارها و پاییزها متوسط می باشد. خورشید آن لباس را می پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد: ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می آورد که نورش از یکی از چهار پایه های عرش الله تأمین می شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می کند. محمد افزود: الله برای خورشید از نور عرش خود کالسکه‌ای آفریده که دارای 360 دستگیره است و 360 فرشته که در آسمان پایین‌تر با خورشید به سر می‌برند هر کدام یکی از آن دستگیره‌ها را در دست نگه می‌دارند. الله به همان ترتیب 360 فرشته نیز در اختیار ماه قرار داده است. و آقای انصاری می‌فرماید: وای بر حال مسلمانانی که به این اسرار و رموز مقدس الهی شک کنند. یک سوالی که همیشه از من می‌کنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستتون باشه، دیروز پریروز بود، روز یک شنبه کسی تلفن کرده بود، داشتم نهار می‌خوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفت و میمد کی بود؟ خدای کی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگی گو آره آره خودشه. قربان خود گوشی رو گذاشت شبی از ایران تلفن کردم. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چه کامسرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار می‌رفته، می‌گوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف، ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمی‌داند و یا نمی‌تواند باور کند که خورشید در چشمه آب چیره‌ای غروب می‌کند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که می‌گوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش می‌کنند، بگو من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته، گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هر چی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید، کتاب افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید، به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، و در کتاب نه نامی از اسکندره نه نامی از داریوشه نه از کوروشه، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86 آیه 86 از سوره کهف، اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شمار آورده. الله
که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنا به گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است به پیامبرش آموزش می دهد که خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می کند. به نگر می آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده بسیار سرحال بوده و بران بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیز دانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد. به راستی که چه الله همه چیز دانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید. شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. اینکه انقدر من اصرار دارم به اینکه خودتون بخونید و به حرف کسی دیگه گوش ندید. من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11، میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود، اسمش نگاهی نو به اسلامه. اگرم دسترسی به این کتاب ندارید، میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن رضافاضلی.com رضافاضلی.net میتونن ببینن، خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید rezafazili.pars.blogspot.com یا mpahlavi.blogspot.com و باز هم خیلی چیزا هم از من میتونید اونجا پیدا کنید و خیلی کتاب ها رو میتونید پیدا کنید. میتونید خودتون در ایران دانلود کنید، هم خودتون استفاده کنید، هم به دست کسان دیگه برسونید. ولی بارها و بارها به خصوص در تهران به من گفتن آقا در انقلاب اگه بری همه چیز پیدا میشه، ولی من نمیدونم. من شاید جاشم بلد باشم ولی نمیدونم اون بر تلفن کی داره به من زنگ میزنه. اینی که میگم نمیدونم، به من گفتن تو انقلاب همه چی پیدا میشه. چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیونا متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیونا هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن. دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیونا خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن. برای اینکه میگن اون رقیب ماست، اینجی اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قرمون صدقه هم دیگه میرن ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینه که زیاد توقع نداشته باشید. اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید، میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی یه سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نوار میگیرن میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست،
کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نطق هم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران، گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز راجع بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقای ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ‌ها که اومده بودن اونا یه جوری دیگه میخوان دین رو بیارن، همین آقای خوشگل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه ببعی زیاده. اونا میگن جندالله، این میگه حضرت صاحب الامر آقای ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی میگفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند. نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عم از همرم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه، کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا، ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مزلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردد؟ مردم ایران باید بدانند تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده، اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده
اعلم المطلق القادر، القادر المطلق، الله الصمد، به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط و انصاف، این قسط هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف، تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است، هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمی شود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته، و از عجایب این که 8 تا عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی، پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام و الاطاعت، تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن، چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره، آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندها با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم، و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه، و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه. خمینی هم از این حرفا میزد، هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه، هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشین. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه ای باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره به خودش مربوطه. سکولار یعنی این، سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست، تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی وضع خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.